ندارم و من به شما بگم این نافع بودن دین برای مردم، یعنی مردم خواص اقلیت اونایی که عقلانی بودن یا نبودن دین براشون مهمه که با اونا باید با زبان استدلال نظری حرف بزنی. اما یه مسئله هست که هم اون اقلیت نخبه و هم اکثریت بشریت رو او حساسن و اون که باید بفهمن که اسلام مفیده اصلا براشون، برای دنیا و آخرتشون. اسلام آمده نجاتشون بده، اسلام آمده حقوقشون رو بهشون برسونه، اسلام آمده رشدشون بده. حق بودن اسلام در حوزه نظر، مفید بودن اسلام در حوزه عمل، این دوتا باید بهش توجه بکنید و الا دینی که ارائه میکنید حتما مطمئن باشید که مقاومت میشه. و دوباره عرض میکنم که عقلانی بودن یعنی متناقض نبودن، یعنی نامعقول نبودن، مفهوم بودن، قابلیت استدلال، نه به معنایی که ما دینمون رو تابع مشهورات زمانه و تطبیقش بدیم، تأویلش بکنیم، تفسیر برایش بکنیم، تطبیق بدیم با لیبرالیسم و مارکسیسم و بقیه ایزمها. و منظورم از انسانی بودن دین الهی نبودنش نیست. انسانی بودن در برابر الهی بودن من نمیگم. انسانی بودن به معنی الهی نبودن و اومانیستی کردنش نیست. انسانی بودن دین باید تبیین بشه به این معنا که این دین برای نجات و کمال و خدمت به انسان، برای رشد انسان آمده، حقوق مادی، همین حقوق ریز مادیش هم دیده و بهش توجه کرده. برای انبیا مهم بوده که مردم به حقوق مادیشون برسن یا نرسن، با اینکه اونا برای تهذیب نفوس آمدن، اما اینو میدونن که اگر مردم به حقوق مادیشون نرسن، توده مردم اگه به حقوق مادیشون نرسن، نسبت به عدالت در مورد اونات شما داد نزنی، در باب تهذیب نفوس نمیتونی داد بزنی، گوش نمیکنن به حرفت. اگر دید تو راجب حقوق او، حقوق مادی او حساسی، وقت راجب حقوق معنویش هم میپذیره، راجب تکالیفش هم میپذیره. این معنی تبیین اسم مفید بودن و منفعت داشتن دین. و اگر این کار نکنیم، به شما بگم اینا اختیاری نیست. اگر اجتهاد نکنیم، اگر اجتهاد نکنیم، حتما در مزان یورش تهاجم فرهنگی هستیم. اگر از من بپرسن عامل اصلی موفقیت تهاجم فرهنگی چیست، من میگم عوامل زیادی داره. کار دشمن هست، چه هست، چه هست، چه هست، اما تهاجم فرهنگی در حوزه نظر به نظر من یکی از مهمترین عللش، وقتی که موفق میشه تهاجم، فقدان اجتهاد است. یعنی وقتی که ما کم میاریم، نمیتونیم درست تبیین کنیم عقلانی بودن اسلام را در حوزه نظر و مفید بودن و نافع بودن اسلام را، انسانی بودن اسلام را در حوزه عمل، وقتی اینو نمیتونی درست تبیین کنی و موارد نقض میبینن، وقت به طور طبیعی میرن سراغ مکاتب الهادی که اونا مدعی عقلانیت و مدعی انسانی بودنن. این یک پرتگاه. یه پرتگاه هم از این طرفه که بعضی از دوستان ما هم دچار شدن که وقتی میخواد اثبات کنه اسلام عقلانیست یا انسانیست، تختگاز جوری روشنفکر میشه که عرض کردم روشنفکرها به گردش نمیرسن. یعنی میاد اسلام را تطبیق بده با لیبرالیسم، اسلام را تطبیق بده با مارکسیسم و با ایزمهای دیگه، برای که مثلا ثابت کنه اینا عقلانی یا انسانی هستند. این حد وسط رو بایستی نگه داشت. خیلی ممنونم.